سرخط مهمترین خبرها. بارانگری های سخت در تاجیکستان در چند ناحیه سیل آمد. امریکا به وزارت مدافع تاجیکستان ماشین های بارکش داد و ولادیمیر پوتین برای حرف های لاوروف درباره هولوکاست عذرخواهی کرد. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 6 می است. شب گذشته چندین منطقه های تاجیکستان شاهد بارانگری های سخت شد. مسئولین بخش حالت های فوق‌العاده در ولایت سغد گفتند بر اثر این بارانگری ها در شهرهای خوجند، پنجکن و نایه های دوشتیچ و باباجان غفوروف آمدن سیل به قید گرفته شده است. به گفته مسئولین این حادثه ها تلفات جانی در پی نداشت. در نوارهایی که از ناحیه دوشتیچ ولایت سغد در شبکه های اجتماعی پخش شد دیده می شود که سیل به یک نقطه فروش سوزشواری آسیب رسانده است. همصحبت ما در اداره حالت های فوق‌العاده ولایت سغد تصدیق کرد که سیل اساساً بر راه ها آسیب رسانده است. دفتر مطبوعات ریاست کمیته حالت های فوق‌العاده در ولایت ختلان نیز می گوید که شبانه روز گذشته در این ولایت آفت طبیعی به قید گرفته نشده است، اما بر اثر سیل روز 4 می یک قسمت راه 5 و جیهون خراب شده است. سردار بخش حالت های فوق‌العاده ناحیه 5 روز 6 می در صحبت به رادیوی آزادی گفت از پی معلوم کردن حجم ضرر هستند. کاربران رادیوی آزادی از ناحیه وخش به رادیوی آزادی نوشتند سیل به چند خانه آسیب رسانده است، اما مقامات برایشان کمک نمی کنند. کاربران نوشتند که در پی آمدن سیل راهشان خراب شده است. مسئولین ریاست کمیته حالت های فوق‌العاده در ولایت ختلان گفتند از وضع خبر دارند و حجم ضرر را معین کرده ایستادند. شب گذشته همچنین چند کوچه دوشنبه هم پر از آب شد. کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان تا حال درباره آفات طبیعی و ضرر آن خبر نداده است. این نهاد تنها در خبرنامه گفته است بارانگری ها تا روز 7 می ادامه می کند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امسال هم در مراسم بخشیده به روز غلبه در دوشنبه شرکت می کند. در این باره از دفتر مطبوعاتی پرزیدنت به رادیوی آزادی خبر دادند. در نظر است که این چاره‌بینی روز 9 می در باغ غلبه برگزار شود و در آن اشتراکچیان جنگ بزرگ وطن شرکت کنند. همه ساله در روز 9 می در باغ غلبه دوشنبه چاره‌بینی برگزار می شود. مقامات تا حال نگفتند که رهپیمایی پلک ابدی امسال هم برگزار می شود یا نه. ایالات متحده آمریکا برای وزارت مدافع تاجیکستان 8 ماشین بارکش ایویکو تقدیم کرده است. سفارت آمریکا در دوشنبه با نشر خبرنامه گفت حجم عمومی این کمک 2.3 میلیون دلار می باشد. به گفته منبع این خودروها به وزارت مدافع امکان می دهند که در شرایط وزنین ریلیف منطقه های سرحدی عملیات گذرانند. مهاجرت به آمریکا، کشوری که از تاجیکستان فرسخ‌ها دور است، پیوند بسیاری از مهاجران را با وطنشان گسستن نمی کند. بسیاری از زادگان تاجیکستان که همکنون مقیم آمریکا هستند با انجام کاری خیر در تغییر یافتن زندگی هموطنان خود در تاجیکستان یا رفع مشکل سهم می‌گذارند. درباره تلاش یکی از تاجیکان آمریکا برای کمک به مکتب‌های تاجیکستان زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهد. کامیل آریشوف در آمریکا زندگی دارد. او راننده ماشینی بورکش است، اما کاری سازمان خیریه‌ای دستی یوری را هم ادامه می‌دهد. این سازمان را او هنوز در دوشنبه تأسیس داده بود. یک هدف آن تعمیر و بازسازی مکتب‌های خراب شده در تاجیکستان است. این کار نه، بلکه یک شغل پسندیده من است، چون از مشکلات نورسان و تحصیل آنها در تشویش هستم. اینجا در آمریکا امکان کار کردن بیشتر است. وقتی به منطقه های تاجیکستان می روی و می بینی که در کدام شرایط همدیاران زندگی دارند، برای خوردن و پوشیدن چی دارند و وقتی باز می گردی به آمریکا، کس می خواهد باز هم بیشتر برای آنها کمک کنی، خیریه جمع بیاری. ماه پیش آریشوف برای ساختن 2 مکتب در ختلان به تاجیکستان رفته بود. او با رضاکاران سازمانش مسائل ساختمانی مکتب ها را معمولا طریق اینترنت هماهنگ می کند. И нашли объект в Вахшском районе в Дехай Файсбахш.
ما در دهه فیض بخش ناحیه بخش و در دهه اولیا ناحیه کوشانیان بنای مکتب ساخته ایستادیم. در دهه اولیا دو سیم خانه و در فیض بخش چهار سیم ساخته ایستادیم. در این دهه ها عموما مکتب نیست. کودکان در دهه اولیا در یک واگن تحصیل میکردند. در دهه فیض بخش عموما مکتب نیست. یک ساکنی محلی ته خانه خود را جدا کرده است که دو اتاق دارد، ولی آن مکتب نیست. یگان شرایط ندارد. رئیسی محله میگوید که 10 سال باز تلاش دارد برای ساختمان مکتب سرمایه گذار یابد. در این مقامات را کوفت است اما موفق نشده است. ما با او وا خوردیم و اکنون مکتب میسازیم. سازمانی دستیاری برای بنیاد سیمفخانه یا بنای مکتب مصالح ساختمانی می خرد. مبلغ را از چهار سوی عالم جمع می آورند. خیرخواهان اکثرا زادگانی تاجیکستانند که در امریکا کار و زندگی دارند. بنای مکتب با اصول حشر و جلب ساکنان محلی ساخته می شود. تشکر به جوانان سخاوتمند که دست یاری دراز میکنند. به جز از خیرخواهان از امریکا، بچه ها از روسیه، ترکیه و خود تاجیکستان هم خیر میکنند. همین گونه پول جمع میشود، به قول قطره قطره جمع میشود. با این پول ها ما مکتب میسازیم و به آیله های نیازمند مواد خوراکواری خریده تقسیم میکنیم. مهاجران تاجیک در امریکا بیشتر میشوند. اکثریت طریق کارت سبز برای کار و زندگی به امریکا کوچ بستند. شماری تاجیکانی هم که درخواست پناهندگی کردند کم نیست. 5 سال پیش پژوهشگاه در واشنگتن تعداد تاجیکانی امریکا را بیش از 6000 گفته بود. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در صحبت تلفنی با سروزیر اسرائیل نفتالی بنت برای حرفهای وزیر کارهای خارجی روسیه سرگی لاوروف عاید یهودی ها و یهودی بدبینی عذرخواهی کرد. در این باره از دستگاه سروزیر اسرائیل خبر دادند. سروزیر عذرخواهی پوتین را برای حرفهای لاوروف پذیرفت و از پوتین برای شرح درباره مناسبتش نسبت مردم یهود و خاطره هولوکاست اظهار سپاس کرد. آمده است در خبر دستگاه سروزیر اسرائیل. سامانه رسمی کرمل در این باره خبر نداده است. کرمل تنها از گفتگوی پوتین با نفتالی بنت خبر داد. روز 1 می وزیر کارهای خارجی روسیه سرگی لاوروف پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی را با پیشوای ملتگرای آلمان آدولف گیتلر مقایسه کرد. لاوروف گفت گیتلر هم خونی یهودی داشت و 6 میلیون یهودی را کشت. مردم با خرد یهودی میگویند بدترین یهودی بدبینان طبق معمول یهودی هستند، گفت لاوروف. این حرفهای وی باعث خشم رهبریت اسرائیل شد. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 6 می را فرا میگیرد. ششمی می سال 1996 در دوشنبه دو دانشمند معروف ساحه طب تاجیکستان یوسف اسحاقی و منهاج غلاموف کشته شدند. اسحاقی رکتری دانشگاه طبی به نام ابو علی سینا و غلاموف سردختوری بیماری های روحی وزارت بهداشت شام آن روز بعد کار هدف حملگران مسلح قرار گرفتند. ششمی می سال 2011 با قرار دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه نشه پیکان بسته شد. هفته‌نامه ای که بیشتر نتیجه های تحقیقات ژورنالیستی را درباره تحولات اجتماعی و سیاسی تاجیکستان نشر میکرد، مؤسسه دولتی تاجیک استاندارد با اتهام پس زدن اعتبارش به دادگاه کشید و به همین سبب شد که نشریه دیگر چاپ شده نتوانست. ششمی می زادروز رسام معروف تاجیک وفا نظرف است. او سال 1940 در دهه دیودره ناحیه شورا آباد تولد شده، سالهای شوروی عضو اتفاق رسامان SSSR بوده است. بیشتر با پورتریت و چهره نگاری معروف است، برابر با این نقاشی منظره های طبیعت می باشد. قرب روبل روسیه نظر به روز گذشته کم بالا رفت. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل از 155 تا 162 سومان ارزش دارد. قرب دلار آمریکایی باشد کم پایین رفته، 100 دلار به 1190 1220 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 6 می چنین تعیین شده است. ب
بینندگانی عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود، ولی فراموش نکنید که سامانه ما با نشانی آزادی.org همه روزه با خبرهای تازه در اختیار شماست. اگر به سامانه دسترسی ندارید، پس اپ یا برنامه رادیو آزادی را از پلی مارکت یا اپ استور بارگیری کنید. تا هفته دیگر، خدا نگهدارتان.